سلام بر شما خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان در هفته گذشت من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به سخنرانی های حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ادامه در گزارشی به حملات هوایی علیه مواضع داعش در خاک سوریه از سوی آمریکا میپردازیم مروری خواهیم داشت به گفته های اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد که گفته دولت حریف قرارگاه خاتم الانبیا نمی شود. گزارشی هم داریم از مهستان بختیاری خبرنگارمان در ترکیه که به های روابط تجاری ایران و ترکیه پرداخته. با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل دو موضوع افراطیگری در خاور میان اصلی گروه دولت اسلامی و برنامه هستهای ایران را مورد توجه قرار داد و از جمله گفت که دستیابی به توافق جامع هسته با جمهوری اسلامی فرصت تاریخی برای غرب است در همین راستا عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هستهای جمهوری اسلامی گفت مذاکرات به نقطه نفسگیری رسیده و احتمال دیدار ظریف با وزرای خارجه سه کشور اروپایی نیز وجود دارد. حسن روحانی روز سوم مهر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به تحرکات داعش در عراق و سوریه گفت من از منطقه ای می آیم که بخش مهمی از آن در آتش تندروی و افراطیگری می سوزد. در شرق و غرب کشور من افراطیگری همسایگان ما را تهدید می کند و خشونت می ورزد و خون می ریزد. به هدف این گروه را نابودی تمدن، اسلام حراسی و ایجاد زمینه برای مداخله مجدد بیگانگان در منطقه خواند و غرب را متهم کرد که در بروز پدیده گری در خاورمیانه نقش داشته است. آقای روحانی گفت قرب ستیزی امروز واکنش به نجات پرستی دیروز است. برخی از سازمان های اطلاعاتی تیغ را به دست زنگی مست دادند و او نیز همه را از دم تیغ می گذاراند. رئیس جمهوری اسلامی نیز گفت ما همواره معتقد بودیم که دموکراسی با کوله پشتی نمی آید. دموکراسی محصول رشد و توسعه است نه جنگ و تجاوز. مقاموی جمهوری اسلامی بارها قرب را متهم کردند که در ایجاد گروه داعش و تقویت آن به ویژه در سوریه برای مقابله با حکومت بشار اسد نقش داشتند. رئیس جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود به برنامه اتمی تهران و مذاکره با گروه پنج به علاوه یک برای رسیدن به توافق جامعه هستی اشاره کرد و این مذاکرات را فرصتی تاریخی برای غرب دانست. وی گفت دستیابی به توافق جامعه هستهای با ایران فرصت تاریخی برای غرب است که نشان دهد با پیشرفت و توسعه دیگران مخالف نیست و تبعیض در مقررات بین المللی را دنبال نمی کند. این توافق می تواند پیامی جهانی برای صلح و امنیت نیز داشته باشد که راه حل اختلافات مذاکره و تکریم است نه منازعه و تحریم. به نظر می رسد که این بخش از سخنان حسن روحانی واکنشی باشد به بخشی از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل خطاب به مردم و رهبران ایران گفت فرصت تاریخی توافق هسته را از دست ندهید. حسن روحانی در سخنرانی خود همچنین طرفای مذاکره با جمهوری اسلامی را مسئول دستیابی به توافق جامعه هسته ای دانست و مدعی شد هر گونه تاخیر در حصول توافق نهایی تنها هزینه ها را بالا میبرد و این هزینه ها نه فقط بر ما که بر اقتصاد و تجارت طرف مقابل و بر توسعه و امنیت منطقه تحمیل می شود و هیچ کس نباید در این حقیقت تردیدی داشته باشد که مصالحه و توافق با ایران به نفع همگان به خصوص کشورهای منطقه است در همین راستا عباس عراقچی از ورشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران گفت نشست بین وزیران امور خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون به پیشنهاد خانم اشتون برگزار می شود و روز جمعه هم ممکن است نشستی بین وزیر امور خارجه ایران با وزرای خارجه اروپایی عضو پنج به علاوه یک برگزار شود. آقای عراقچی گفت امیدوار بودیم در فرصت برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در پیشرفت مذاکرات هسته‌ای اتفاقی بیفتد اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. وی افزود ما در طول یک هفته گذشته مذاکرات فشرده ای از 8 صبح تا یازده شب در سطوح مختلف از نشست کارشناسان، معاونان و وزرای خارجه به طور مستمر هم در جمع پنج به یک و هم دوجانبه جانبه داشته عراقچی گفت نشستها بیشتر با آمریکایی ها یا تک تک مقامات اروپایی به صورت دو جانبه برگزار شد و ما همچنین با نمایندگان چین و روسیه در مشورت مستمر روزانه هستیم. عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران همچنین افزود مذاکرات هسته ای به نقطه نفسگیری رسیده است و وارد بسیاری از جزئیات شدیم ولی هنوز در مسائل کلیدی نتوانستیم به راه های مورد قبول دست یابیم البته راه پیشنهاد شده ولی هنوز کارایی لازم را نداشته است و فکر میکنیم با استفاده از خلاقیت‌های فکری راه را پیدا کنیم و گفت مردم منتظر اخباری از این مذاکرات هستند و در عین حال مشی ما پافشاری بر حقوق و عبور نکردن از خط قرمز هاست. برنامه هسته جمهوری اسلامی بیش از یک دهه است که موجب نگرانی کشورهای غربی شده است. آنها تهران را متهم می کنند که در پوشش این برنامه به دنبال ساخت و توسعه سلاح هسته است. جمهوری اسلامی و گروه پنج به علاوه یک از یک سال پیش دور جدید مذاکرات خود برای حل و فصل ابحام های مربوط به برنامه هسته تهران را آغاز کردند که به یک توافق موقت در ژنو منجر شده است. این توافق پس از یک بار تمدید تا سوم آذر ماه امسال باید به توافق نهایی و جامع تبدیل شود. مراکب ما رئیس جمهور آمریکا در سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد دست یافتن به یک توافق هسته با جمهوری اسلامی ممکن است به شرطی که رهبران این کشور چنین فرصت تاریخی را از دست ندهند او با دفاع از حملات هوایی به دولت اسلامی گفت این گروه تنها زبان زور را میفهمد رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل از مردم و رهبران ایران خواست تا از مذاکرات هسته جاری برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک صلحآمیز به منظور حل و فصل ابهامات برنامه هسته خود استفاده کنند. ما اظهار داشت این مهم تنها در صورتی تحقق پیدا می کند که ایران این فرصت تاریخی را قنیمت بداند. بی گفت پیام من به رهبران و مردم ایران ساده و معقول است نگذارید این فرصت از دست برود ما میتوانیم به راه حلی برسیم که نیازهای انرژی شما را تأمین کند و در این حال به دنیا اطمینان دهد که برنامه شما صلحآمیز است رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد که ایالات متحده در جنگ با اسلام نیست تقابلی بین آمریکا و اسلام نیست و آینده بشریت وابسته به همکاری همگان علیه افرادگرایان مذهبی و قومی است به گفته او جهان باید با این چالش با چهار روش روبرو شود نخست اینکه داعش باید سرانجام به طور کامل نابود شود داعشی ها تنها زبان زور را میفهمند و آمریکا از توان خود برای کمک به نابودی این گروه استفاده می کند. او تهدید کرد هر کس که به داعش پیوسته بهتر از صحنه نبرد را تر کند. آقای اوباما افزود چالش دوم این است که جهان اسلام باید از تفکر داعشی براعت بجوید. افکار نوجوانان را نباید با کینه آلوده کرد. وی تصریح کرد ایدولوژی داعش و القاعده و بکو حرام خواهد مرد اگر مسلمانان کارزارهای تبلیغاتی بر روی اینترنت و مساجد و رو برای مقابله با آن به راه بیندازند رئی جمهوری آمریکا گفت که تسامح را باید از مدارس شروع کرد ادیان باید به سوی هم پل بزنند آقای اوباما در مورد چالش سوم گفت مسیحیت در قدیم با جنگ های داخلی و خارجی همراه بود و امروزه اسلام خشونت شیعه سنی خاورمیانه را از هم گسیخته است این جنگی است که برنده ندارد به ویژه سوریه نیازمند دولتی عادل و با ثبات است وی در مورد چالش چهارم گفت بهتر از جوانان مسلمان راه سازندگی را پیش بگیرند و نراه پیوستن به گروه های افراتی. هیچ خدایی این کشتارها را تایید نمی کند. ری جمهوری آمریکا خواستار تمرکز بر پتانسیل های نوجوانان و مشارکت کامل زنان در ارساهای اجتماعی شد. آقای اوباما با اشاره به سازندگی در کشورهای مالزی و اندونزی گفت هیچ نیروی بیرونی نمیتواند از و قلوب مردم را دگرگون کند. مردم منطقه خود باید تغییرات را انجام دهند به گفته او واشنگتن در برابر نیروهایی که تهدیدی برای غرب باشند اقدام خواهد کرد اما آمریکا یک قدرت اشغالگر نیست اظهارات آقای اوباما در خصوص برنامه هسته جمهوری اسلامی در حالی است که ساعتی پیش از سخنان اوباما حسن روحانی در دیدار با دمیر کل سازمان ملل متحد گفت که ایران با اراده جدی و به خاطر تأمین منافع خود و دیگران وارد مذاکرات هسته‌ای با گروه پنج به علاوه یک شده و در صورتی که حقوق ملت ایران مورد خدشه قرار نگیرد آماده توافق در این مذاکرات است. حملات هوایی علیه مواضع داعش تحت رهبری آمریکا که با مشارکت عربستان سعودی و امارات متحده عربی از روز سهشنبه هفته گذشته آغاز شده همچنان ادامه دارد جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته با حمله به دوازده پالایشگاه نفتی در شمال شرق سوریه تلاش شده منابع کسب درآمد گروه موسوم به دولت اسلامی منهدم شود حملات علیه گروه دولت اسلامی در حالی از سوی آمریکا ادامه دارد که حسن روحانی در نیویورک گفت حمله آمریکا و متحدانش به مواضع گروه دولت اسلامی در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مهرما تاکید کرد که جنگ علیه شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه ادامه خواهد یافت و وعده داد که در این مسیر حتی و اعتلاف بزرگتری را شکل خواهد داد آقای اوباما اظهار داشت یک بار دیگر باید برای همه روشن کنیم که هر کسی علیه آمریکا دست به توطعه بزند و به آمریکایی ها آسیب وارد کند ما نخواهیم گذاشت تروریست هایی که مردم ما را تهدید می کنند فضای آرامی داشته باشند رئیس جمهوری آمریکا افزود آمریکا افتخار می کند که دوش به دوش این دولت های متحد ایستاده است و این فقط جنگ آمریکا نیست به گزارش خبرگزاری رویترز برای باراک اوباما مشارکت پنج کشور عربی در جبهه اطلاف علیه ستیز جویان افراتی در سوریه یک پیروزی سیاسی غیر منتظر محسوب می شود اعلام حملات هوایی با همکاری نیروهای هوایی کشورهای عربی به مواضع شبه نظامیان داعش در سوریه درست ساعاتی قبل از ورود اوباما به نیویورک جهت شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد این اجلاس به مدت سه روز و با مشارکت مقامات عالی کشورهای جهان از جمله حسن روحانی رئی جمهوری اسلامی برگزار می شود. این گزارش می نویسد که همکاری با کشورهای عربی به صورت چشمگیری بر تلاشهای اوباما جهت ایجاد اعتلاف بین المللی برای مبارزه با گروه داعش نیز تأثیر مثبت گذاشت. این ستیز جویان آزادانه از مرز عراق و سوریه تردد می کنند و بخشهای زیادی از خاک هر دو کشور را تحت کنترل خود قرار دارند مقامات آمریکا میگویند کشورهای قطر، بهرین، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی در حملات هوایی علیه مواضع داعش در سوریه، کشوری که سه سال پیش درگیر جنگ داخلی است، مشارکت دارند. آمریکا از ماه گذشته میلادی ده ها حملات هوایی علیه مواضع این گروه افراطی در عراق انجام داده است اما این برای اولین بار است که پایگاه های داعش در خاک سوریه مورد حمله قرار می گیرد اما در همین حال رئیس جمهوری اسلامی که در نیویورک به سر می برد گفت حمله آمریکا و متحدانش به مواضع داعش در سوریه خلاف قوانین و حقوق بین الملل است چرا که از دولت بشار الاسد اجازه گرفته نشده است حسن روحانی گفت هدف قرار دادن مواضع در کشور سوم باید در چارچوب مشخصی انجام شود و بدون درخواست کشوری که هدف قرار گرفته یا بدون اجازه سازمان ملل حملات هوایی خلاف قوانین و حقوق بین الملل است. رئیس جمهوری اسلامی در نشست خبری با گروهی از نمایندگان رسانه‌ها و سردبیران ارشد خبرگزاری های خارجی در این حال از هر گونه تایید یا محکوم کردن مستقیم دخالت نظامی در سوریه که سوی آمریکا برخی کشورهای غربی و متحدان عرب منطقه انجام می شود خودداری کرد سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در خصوص این حمله گفت این عملیات در راستای اقدامات مداخل جویانه قبلی در منطقه که به پیچیده شدن اوضاع منطقه منجر شد محسوب می شود. پیشتر برخی خبرگزاری ها گزارش داده بودند که آمریکا ساعاتی پیش از حمله هوایی به مواضع داعش در خاک سوریه دولت این کشور را از حمله خود مطلع کرده بود. گفتنی است بشار الاسد رئیس جمهوری سوریه یکی از متحدان نزدیک جمهوری اسلامی است. که از حمایت همه جانبه دولت این کشور در طول جنگ داخلی علیه مخالفان خود بهره برد. گروه تروریستی دو شهر کوبانی را محاصره کرده و اهالی شهر در موقعیت دشواری قرار گرفتند. ذخیره آب و نان در این شهر رو به اتمام گذاشته است. محاصره این شهر از سوی داعش موج بزرگی از آوارگان جنگ زده را به وجود آورده است. رسانه های جهان گزارش دادند بیش از 100 هزار نفر از این منطقه به سوی ترکیه گریختند. خبرگزاری رویترز واکنش جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید را درباره گزارشی جویا شده که این خبرگزاری روز گذشته از قول مقامات ایران مبنی بر کمک به مبارزه با داعش در مقابل نرمش غرب در برابر برنامه هسته ایران منتشر کرده بود او گفته است تلاش های شش قدرت جهانی برای ترغیب ایران به عقب نشینی از موازه هسته خود موضوعی کاملا جداگانه از تلاش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تشکیل ائتلافی بین علیه ستیز جویان داعش است. به گفته جاش ارنست، آمریکا در موضعی نیست که درباره جنبه های برنامه هستهی ای ایران در مقابل تعهدات امنیتی خود برای مقابله با گروه حکومت اسلامی معامله کند. خبرگزاری رویترز سیوم شهری ماه از قول مقامات ارشد ایرانی که نخواسته نامی از آنها برده شود گزارش داد ایران برای کمک به اطلاف تشکیل شده به رهبری آمریکا در مقابله با پیکارجویان حکومت اسلامی خواهان نشان دادن نرمش از سوی مذاکره کنندگان با خود در گفتگوهای هسته ای شده است مقامات ایران مشخصا به غنیسازی اورانیوم و تعداد سانتریفیوژها اشاره کرده بودند همچنین خبرگزاری ها از قول دیپلمات های آمریکایی گزارش دادند جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی در جریان دیدار دو جانبه روز یکشنبه خود موضوع ستیز جویان افراطی گروه حکومت اسلامی در عراق را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند خبرگزاری فرانسه از قول یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا نقل کرده است در این دیدار که بیش از یک ساعت به طول انجامید آقای کری گفته همزمان با تلاش آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف المللی علیه شورشیان عراق جمهوری اسلامی میتواند در این زمینه ایفای نقش کند با این حال سخنگوی کاخ سفید به رویترز گفته است مذاکرات هسته‌ای موضوعی است جداگانه و نباید موضوع داعش وارد این مذاکرات شود در رویدادی دیگر مرتبط با برنامه اتمی ایران دیپلماتهای غربی میگویند که ایران پیشنهاد آمریکا برای تعطیل کردن یا تغییر نوع فعالیت تاسیسات زیرزمینی غنیسازی اورانیوم در فردو را رد کرده است خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دیپلومات های غربی که به خاطر محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامی از آنها برده شود گزارش داده ایران موضوع سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین در حوالی مرکز قنیسازی اورانیوم نتنز را به میان کشیده و گفته است که بنا به ملاحظات امنیتی نمیتواند تأسیسات زیرزمینی فوردو را که در دل کوهها قرار دارد و ایمن از حملات هوایی است برچیند تاسیسات فوردو که نام رسمی آن مرکز هسته شهید علی محمدی است در نزدیکی قوم قرار دارد و از مراکز اصلی فعالیت سانتروفیوژهای ایران به شمار میآید در این تأسیسات اورانیوم با قنای 20 درصد تولید میشد. اورانیومی که ایران و گروه پنج به علاوه یک در سوم آذر پارسال توافق کردند که اکسید و رقیق شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوم شهری بر ماه در اطلاعیه ای اعلام کرد که یک پهباد اسرائیلی را در نزدیکی سایت قنیسازی اورانیوم نتن سرنگون کرده است. اکنون خبرگزاری آساشتت پرس می نویسد ایران بیم دارد که مرکز قنیسازی اورانیوم که در برابر حملات آسیب پذیر است مورد حمله قرار گیرد و حاضر نیست از فعالیت دومین مرکز قنیسازی خود در کوههای فرد و چشم پوشی کند. ایران مدعی است هواپیمای بدون سرنشین ساقط شده از نوع هرمس 450 و ساخت اسرائیل است. اسرائیل هنوز به این ادعا واکنشی نشان نداده است ایران همچنین اخیرا از آژانس المللی انرژی اتمی خواسته است که این اقدام اسرائیل را محکوم کند دیپلماتها ها به آسوشیتد پرس گفتند که موضوع تاسیسات آب سنگین عراق نیست از دیگر مباحث میان ایران و غرب است غرب میخواهد که ایران این تأسیسات را طوری تغییر دهد که خروجی پلوتونیوم آن که برای ساخت سلاح هسته ای نیز کاربرد دارد به کمترین میزان برسد دیپلمات‌های غربی دقیقا نگفتند که موزه ایران در قبال راکتور عراق چیست اما علی اکبر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قبلا گفته بود که طراحی این راکتور عوض خواهد شد و خروجی پلوتونیوم آن ده برابر کمتر خواهد شد گفتنیست است تازه ترین دور از مذاکرات اتمی میان ایران و کشورهای پنج به یک در نیویورک و از روز جمعه گذشته آغاز شده است اکبر ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد میگوید قرارگاه خاتم الانبیا زورش زیاد است و دولت حریف بدقولی و پیمان شکنی های آن در اجرای پروژه ها نمی شود. حضور قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران در صنایع نفت و گاز ایران یک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد و با شدت گرفتن تحریم ها علیه ایران به اوج رسید. از زمانی که رستم قاسمی فرمانده سابق این قرارگاه به عنوان وزیر نفت دولت دهم ده معرفی شد پیشروی سپاهیان در صنایع نفت و گاز ایران شتاب گرفت رئیس هیئت مدیره قرارگاه خاتم الانبیا محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و از منصوبان آیت الله است و هیچ مرجع و نهادی در ایران برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی شرکت های وابسته به سپاه وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی میگوید بزرگترین پروژه عمرانی در مناطق آزاد به دلیل اهمال و بدقولی قرارگاه خاتم همچنان بلا تکلیف مانده است اکبر ترکان گفت این پروژه یک ای طرح 860 میلیون یورویی برای توسعه بندر کاوه در جزیره قشم، احداث پل خلیج فارس، ساخت راه آهن و بزرگراه اتصالی بندرعباس به این جزیره است. تورکان گفت در جریان برگزاری مناقصه این پروژه قرارگاه وابسته به سپاه با ادعای جذب فاینانس خارجی برای این طرح موفق شد رقیبانی را که توانایی این کار را نداشتند حذف کند. مشاور ارشد رئیس جمهور افزود قرارگاه خاتم برای این پروژه 150 میلیارد تومان و یک سی میلیارد تومان سهم دولت از سرمایه گذاری را گرفت و خرج کرد و حالا که باید پول فاینانس را بیاورد میگوید نمیتوانم به گفته ای ترکان قیمت امروز این پروژه معادل 3500 میلیارد تومان است و قرارگاه خاتم تا کنون تنها 5 درصد از کل سرمایه گذاری پیش بینی شده را هزینه کرده است. پل خلیج فارس یک پل ارتباطی حدود 20 کیلومتری است که قرار است بندر لاف در جزیره قشم را به بندر پهل در نزدیکی شهر بندر عباس متصل کند. احداث این پل نخستین بخش از پروژه یاد شده است و محمود احمدی نژاد در سفر فروردین 91 به بندر وعده داده بود کار احداثان پیش از خاتمه دولت دهم ده یعنی خرداد 92 به پایان برسد. مناقصه این پروژه اسفند ماه 89 برگزار شد. بر اساس توافقهای صورت گرفته تامین 15 درصد از سرمایه مورد نیاز برای اجرای چهار بخش این طرح را دولت بر عهده گرفته و برنده مناقصه قرار بوده مابقی را از طریق جذب سرمایه گذاری و اعتبار خارجی تامین کند. اکبر ترکان میگوید به رغم وعده احمدی نژاد و مدت لازم برای اتمام کل طرح که سه سال در نظر گرفته شده پیشرفت فیزیکی کار در زمان تحویل به دولت یازدهم سه درصد بیشتر نبوده است اکبر ترکان میگوید به رغم وعده احمدی نژاد و مدت زمان لازم برای اتمام کل طرح که سه سال در نظر گرفته شده پیشرفت فیزیکی کار در زمان تحویل به دولت یازدهم سه درصد بیشتر نبوده است دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد با اشاره به بلا تکلیف ماندن این پروژه گفت ما هم در این مدت نتوانستیم به پیشرفت پروژه سرعت ببخشیم چرا که موضوع جذب فاینانس است که فاینانس را باید پیمانکار بیاورد و پیمانکار هم قرارگاه خاتم است که زورش زیاد است و ما هم زورمان به قرارگاه خاتم نمیرسد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا پس از پایان جنگ ایران و عراق به فرمان رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای تشکیل شد و بزرگترین پیمانکار پروژه های دولتی محسوب می شود. مطابق برخی گزارش ها در دوران محمود احمدی نژاد طی چهار سال بیش از 1500 مورد از مهمترین و بزرگترین پروژه های عمرانی کشور در حوزه آب، گاز، نفت، راهسازی و تأسیسات شهری به قرارگاه خاتم واگذار شد. پروژه احداث خط دوی مترو شهر تبریز به ارزش 1200 میلیارد تومان، پروژه ساخت دو نیروگاه برق و یک قرارداد گازی یک میلیارد دلاری از جمله مناقصه هایی هستند که در سالهای گذشته اغلب بدون برگزاری تشریفات قانونی به شرکت های سپاه پاسداران واگذار شدند. رئیس هیئت مدیره قرارگاه خاتم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی است و شرکت‌های وابسته به سپاه مشمول هیچ نظارتی نیستند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2010 کل مجموعه قرارگاه خاتم و چهار شرکت زیر مجموعه آن را به همراه چهل شرکت و مؤسسه ایرانی را که به شکل غیر مستقیم با این قرارگاه مربوط هستند تحریم کرد. هفته گذشته شبه نظامیان گروه موسوم به جندل خلافه در الجزایر که به دوش نزدیک هستند گروگان پنجاب و سالی فرانسوی را گردن زدند و ویدیوی مراسم گردنزنی را با عنوان پیام خونین به حکومت فرانسه انتشار دادند. این شهروند فرانسوی را که راهنمای کوهنوردی بود در کوههای شمال الجزایر رو بوده بودند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس بر اساس ویدیویی که گروه جندل خلیفه منتشر کرده است این گروه ارو گردل گردشگر فرانسوی را که روز یکشنبه به گروگان گرفته شده بود سر بریده است گروه جندل خلیفه به دولت فرانسه 24 ساعت مهلت داده بود تا حملات هوایی علیه ستیز جویان گروه حکومت اسلامی را در عراق متوقف کند. ویدیوی سربریده شدن این شهروند فرانسوی همانند ویدیوهایی است که گروه حکومت اسلامی پیشتر از سربریدن دو روزنامه آمریکایی و یک امدادگر بریتانیایی در هفتههای اخیر منتشر کرده بود با این تفاوت که به جای نشان دادن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آن چهره فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه نشان داده می شود. عنوان این ویدیو که در سایت های ستیز جویان منتشر شده پیام خون برای دولت فرانسه است. ویدیو با کلیپی از فرانسوا و اولاند رئیس جمهوری فرانسه آغاز می شود و سپس گردل در حالی که زانو زده و دستهایش از پشت بسته شده در میان چهار شپ نظامی مسلح نقاب پوش نشان داده می شود. یکی از ستیز جویان متنی را می خاند که در آن اقدامات صلیبیون جنایتکار فرانسوی علیه مسلمانان در الجزایر مالی و عراق تقبیه می شود. این ویدیو یک روز پس از آن منتشر می شود که رئیس جمهوری فرانسه وعده داد که تسلیم فشارها و تهدیدهای ستیز جویان برای پایان دادن به حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی نخواهد شد. مانوئل والاس، نخست وزیر فرانسه در واکنش به انتشار ویدیوی سربریده شدن گردل گفت: ارزش‌های ما در خطر است. او از اظهار نظر بیشتر در این مورد خودداری کرد. هرچند که دقایقی پیشتر تاکید کرده بود که فرانسه تا زمانی که لازم باشد به جنگیدن در عراق ادامه خواهد داد. گروه حکومت اسلامی پیش از این در پیامی برای مسلمانان آنان را به کشتن شهروندان کشورهای غربی که به اعتلاف علیه این گروه پیوستند دعوت کرده بود. روز دوشنبه 22 سپتامبر گروه داعش با صدور فرمانی از پیروان خود خواسته بود شهروندان آمریکایی، فرانسوی و دیگر کشورهای غربی را که در ائتلاف علیه داعش شرکت کردند در هر جای جهان به قتل برسانند. ابو محمد الادنانی، سخنگوی داعش خواهان حمله به شهروندان نظامی یا غیر نظامی غربی اعم از آمریکایی بریتانیایی فرانسوی استرالیایی کانادایی و غیره در تمام نقاط جهان شده است فرانسه نخستین کشوری است که به کارزار حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان حکومت اسلامی در عراق پیوسته و روز جمعه حملات خود را علیه این گروه آغاز کرد علا کاهش 17 درصدی مبادلات تجاری ایران و ترکیه در شش ماهی نخست سال جاری وزیر اقتصاد ترکیه اما آینده روابط تجاری دو کشور را امیدوار کننده می داند. دو کشور اخیرا موافقت نامی ترجیحات تجاری را با هدف افزایش سطح این مبادلات تا رقم 30 میلیارد دلار به امضا رساندند. مستان بختیاری خبرنگار ما از ترکیه گزارش می دهد. آقای نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه فرایند اجرای شدن موافقت نامه ترجیحات تجاری ایران و ترکیه رو یک رویداد مهم دونسته و گفته که به سراحت میگم توسعه و تعمیق روابط اقتصادی و تجاری با ایران در اولویت اول ترکیه قرار داره ایشون البته درباره دلایل کاهش 17 درصدی تجارت بین ایران و ترکیه در هفت ماه نخست امسال اون هم با توجه به هدف دو کشور مبنی بر افزایش مبادلات تجاری تا سقف 30 میلیارد دلار توضیح روشنی ندادن اما تاکید کردن که رهبران دو کشور نسبت به آینده روابط تجاری بسیار خوشبین هستند و در توصیفی هم گفتن که در دنیا شاید نمونه رابطه دو کشور ایران و ترکیه پیدا نشه که از هر نظر به یکدیگر نزدیک باشم آقای زیبکچی گفتن که دو کشور هدف 30 و 35 میلیارد دلاری برای مبادلات تجاری در میان مدت تعریف کردن که البته این هدف با توجه به ظرفیت های ایران و ترکیه رقم بزرگی نیست و ما باید سخن از هدف های 50 70 و حتی 100 میلیارد دلاری داشته باشیم این هدف ها نه تنها دست یافتنی هستند بلکه ما برای سعادت ملت دو کشور ناچار به این همکاری های تجاری و اقتصادی هستیم همینطور آقای زیبکچی در مورد یک تراز منفی دیگه در روابط تجاری دو کشور هم توضیح دادن مسئله کاهش رقم مبادلات تجاری دو کشور بعد از سال 2012 که ایشون کاهشی رو که از سال 2012 به بعد یعنی در دو سال اخیر در حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه به وجود اومده رو گذرا توصیف کرد و گفتن که این کاهش البته علل مختلفی داره موانع تکنیکی و غیر از دلایل اون هستن ولی ما به جلو و آینده نگاه میکنیم البته موضوع کاهشی که آقای زیبکچی در مبادلات تجاری دو کشور پس از سال 2012 بهش اشاره میکنن مربوط هست به اینکه از این سال عملا طلا در فهرست تحریم های غرب علیه ایران قرار گرفت و به یک سقف 21 میلیارد دلاری مبادلات تجاری دو کشور تا رقم 13 میلیارد دلار کاهش پیدا میکنه موضوعی که حتی در پرونده فساد مالی ترکیه هم بسیار مطرح شد و احزاب مخالف دولت ترکیه از افرادی چون رضا زراب هم در این رابطه نام میبرن و عنوان می‌کردن که عامل و واسطه انتقال طلا به ایران در دوره تحریم ها بوده اما در رویدادی دیگه شبکه دولتی تیارتی ترکیه به نقل از یک مقام کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا که نامی از او البته بره نشده عنوان میکنه در حالی که واردات گاز از روسیه به کشورهای اروپایی کاهش چشمگیری داشته اتحادیه اروپا با توجه به شکستن یخ روابطش با تهران سعی داره طرح واردات گاز مایع از تهران رو هر چه سریعتر عملی بکنه این عضو کمیسیون انرژی اتحادیه اروپا ادامه میده لازمه انجام چنین اقدامی برداشته شدن تحریم های غرب علیه ایران و عدم وجود مشکلات زیرساختی خط انتقال گاز مایع خواهد بود البته تیارتی به نقل از این مقام اتحادی اروپا عنوان میکنه در صورت برداشته شدن این مشکلات ایران نخستین گزینه اتحادی اروپا برای واردات گاز مایع و کاهش وابستگی اروپا به گاز روسیه در یک برنامه میان مدت خواهد بود و انتقال گاز ایران به اروپا به آسانی امکان پذیر خواهد شد در حال حاضر روسیه بزرگترین صادرکننده کننده گاز مایع به کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ارزش تقریبی سالانه 80 میلیارد دلار هستش. بسیار سپاسگزارم که ما رو تو پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می در وبسایت ما با آدرس کام دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebookcom ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود تندرست و شاد باشید